کوروش بگن 10 کلمه فروش سکه کوروش رو تبلیغ میکنن، فکر میکنی این پلشتای داغون، این زغال سنگ ها، این اگزوز های خراب شده، اگزوز های خاور اینا انقدر برای جمهوری اسلامی ارزش دارن که جمهوری اسلامی بیاد خودش رو پیش شما تسلیم کنه که تو اینا رو مثلا از کشورت اخراج کنی؟ نه اصلا کی همشرف؟ یکی اولا که اصلا همشرفی نزد امید، دوم این که بله برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه که میرن این همه نقشه میکشن که روح الله زم و بخوان گروگان بگیرن. اگه مهم نبود اینقدر روی هم چیزای اینقدر نقشه کشی نمیکردن. این همه آدمای مختلف دور دنیا ترور کردن، اپوزیسیونای مختلف، پس حتما برایش مهمه. امید قربونت برم، کشور تو زباله دانی است، ما این زباله ها رو از کشورمون بیرون کردیم. اینا زباله ها رو از کشور بیرون کردی، بهترین متفکرین ایرانی رو الان تو آمریکا و اروپا زندگی میکنن، یک بزرگترین مغزای ایرانی رو از کشور بیرون کردی. الان ببین چقدر دارن به نفع آمریکا و کشور اروپایی، چقدر ایرانی ها توی دانشگاه های آمریکا، توی دانشگاه های اروپا، توی صنعت های مختلفشون چقدر تاثیرهای مثبت گذاشتن. تو به اینا میگی زباله؟ اینا چیزایی بود، اینا کسایی بودن، فکر آدمایی بودن که ایران لازم داشت، اینا رو انداختیم بیرون. ببینیم، من به شما میگم، بعضی میگن که آرمین تو این موفق شده تو حسادت میکنی، برای چی؟ من که هیچ چیزم که این کسیه که این همه ایرانیایی که از ایران خارج شدن میتونستن به نفع ایران بشن، به ضرر مردم توی که تو ایران زندگی میکنن شده، رو من که تأثیری نداره. اتفاقا امیدوارم هرچی موفق تر بشه به من بهونه میده که بیام برنامه درست کنم. این بدبختیش به همون کسایی میرسه، یعنی این رشد فکر امیدوارا، رشد این جنبشی که به وجود آورده واقعا داره امیدو، یعنی واقعا به ضرر ایرانه. این شما هم خیلی هم تو لایف چت میگن این لایکاش فیکه، اینا رباتن. آره، این همه هزاران نفری که اومدن میگن رای به سعید محمد، اونا با ویدیو و عکس و اینا هم اومدن از ایران براش فرستادن، اونا هم همشون فیکن، رباتن همشون. آره، شما همینجوری ببین، همینجوریه که جمهوری اسلامی هی گفتین هیچ، هی میگی برانداز، الان 40 سال هیچ کاری نتونستین بکنین، برای که همیشه مخالفاتونو دست کم میگیره، یعنی این به ضرر خودتونه. این امید رشد امیدوارم که شما هم خیلیاتون تو لایو چنل دارین میگین فیکه، دست کم گرفتین، خب شما بگید فیکه. همینجوری شده که کشور رو اینجا به اینجا رسیده، به خاطر اینکه تمام بلاهایی که سر کشور ایران اومده همه رو دست کم گرفتیم، رشد امید دارم که به ضرر من که نیست، به ضرر شماست. حالا من دارم نشونتون میدم که برین یه ویدیو بهتون دادم که برین نشون بدین که حداقل سعی کنین. ببینین میگین که جواب نده اینو بزرگش میکنین. من الان برای شما یه ویدیو درست کردم که اتفاقا بهترین چیزی که برین نشون بدین به طرفداراش که ببینین کی رو دارن دنبال میکنن. آیا این بهتر از جواب ندادن شما نیست؟ شما هم بیان همچین کارهایی بکنین حداقل. من که تنهایی که اونقدر بزرگ نیستم که بتونم کاری بکنم، تأثیری که نداره به اندازه برشی که میدانه میکنه که جلو گرفتنش خیلی کار سختیه. شما هم بیان همچین کارهایی بکنین، حداقل این ویدیو رو شیر کنید. اینجوری علیه یک همچین حرکت هایی باید جنگید، نه اینکه بگین که جواب نده بزرگش میکنی. واقعا استراتژیتون اینه؟ همینی که همینقدر موندین، همینی که براندازی، تالا به کجا رسیده جنبش براندازیتون؟ به هیچ جا نرسیده، به هیچ جا نرسیده، برای اینکه روشاتون همینه. او آرمین جواب نده، چرا اینو داری بزرگ میکنی؟ خب باش یاکم، منطقه اینم طرفدارانشه، واقعا یک دینه، شده یک دین. اینا نگاه کن، امید دانایی شده یه دین، یعنی هیچ منطقی ندارن. این پرویز رو میبینی؟ این نمونه از طرفدارشونه، فقط باید بیاد قلب بذاره بگه ما میلیونی هستیم. مثل مسلمان ها دیگه، میگن چرا اسلام درسته؟ میگن اگه اسلام درست نبود که این همه میلیونی مردم اعتقاد نداشتن. استدلالشون همونه، یعنی انگار مثلا تعداد طرفدارش معنیش اینه که درسته حرفش. مرسی مریم جان.
بلا نسبت تمام دوستانمون، البته بلا نسبت تمام ایران پرستان، بلا نسبت تمام کسانی که مسائل رو میفهمن، ولی اونایی که تای براندازیان اینا دیگه ببین اینا آشغال های داستانن دیگه. ما آشغالامون رو بیرون کردیم، شما هم دفن کردی آشغالا رو تو کشورت، چرا ما الان بعد میایم خودمون رو تسلیم کنیم که شما این آشغالا رو از کشورتون بیرون کنی؟ نگن تو کشورت بمونن. حالشو ببر. با این افرادی که عموماً زیر آی کیو 80 هستن برو آمریکا جنوب تو بساز. یه میلیاردی نه میلیونی. خب یک میلیاردم چندین تا میلیونه دیگه، چه فرقی داره؟ فکر می‌کنی مثلا مغز فرار می‌کنه میاد تو آمریکا؟ ته مغز کی بوده؟ فیروز نادریمون بوده. دادیم به تا میان در مورد مسئله سیاسی صحبت میکنه، انگار یه بچه 5 ساله داره صحبت میکنه. تازه اینی که دادیم مال ناسا بوده، نخبه بوده، بهت کردیم تو باچت. واقعا فکر میکنی فرار مغزا رخ میده؟ یه مش این مرسی علی بازم از این مغلطه ها رو فارسیش رو به من داری یاد میدی، ممنون. چت مغزت دارین بالا نسبت دوستانمون و اونایی هم که مغزن دارن ایران میرن و میان و اتفاقا کارهایی هم برای ایران دارن میکنن و داستانهای خودشون دارن، ولی اونایی که در جبهه براندازیان مغز نبودن که چت مغزا رو جمع کردیم اینا دادیم بهت. حالا مثلا برای ما میخوای بگی که تو بیا با ما کنار بیا که مثلا من این مخالف یا که اینا رو منترشونا. آره من دارم هرس میخورم، تو نگران من نباش، من هرس من زندگیم راحت راحته، من دارم اینو به خاطر یه سری آدمای نفهم مثل شما این کارو دارم میکنم. من مشکلی برام وجود نمیاد، امیدانا 1000 برابر از اینم رشد بکنه زندگی من خیلی بدون مشکل داره پیش میره. شما قدر این کار من رو نمیفهمید. فینه نظامو برم اخراج کنم؟ نه آخه کی گفته اخراج کنم؟ برو خدا گرین کارتشون هم بیشتر تمدید کن تا اصلا بهترین چیزو بهشون بده، گرین کارت، پاسپورت، همه اینا رو بهشون بده. از ته دل راضیم، هر کی مخالف جمهوری اسلامیه خدایا اینو من دارم با تمام وجودم میدونی با تک تک سلول های بدنم این دعا را میکنم، هر آن کس که مخالفه نظام کنونی ایرانه، که تو من خودم مخالفم، مخالفه یعنی که ریشه ای بگه آقا جمهوری اسلامی برانداز بشه، زندگی در ایران خسته شدم، براندازی رخ بده، هر کسی که تو جبهه براندازی خدایا به پاسپورت و گرین کارت آمریکا مشهورشان بفرما دیگه حرفش داره تکراری میشه دیگه. من اصولم سر بریم دیگه. چیز در برای انتونی بلینکن نگفتی؟ ادو اصولش بیشتر میگه شروع کنی بخوری میگه بچه قد زیاد، این اکثر برنامه‌هاش هم همینا، مثلا 5 دقیقه اول یه چیز جدید میگه، بعد 10 دقیقه آخرش همه حرفایی که قبلا زده رو یه بار دیگه میاد با جوک و خنده و اینا تکرار میکنه. یعنی فقط یا اینقدر اول برنامهش و اینقدر آخر برنامهش در برای موضوع برنامه است، بقیهش دیگه همینجوری هی میاد جوک و همون حرفایی که همیشه زده رو یه بار دیگه تکرار میکنه. یه ذره میخوری توف میکنی اینقدر که آشغاله محیطی و اقلیمی همش هم هیچ کدومش هم استدلال و منطق نیست، همش هم هی مثال و جوک و فوش و حالا الان آمریکا به ما داره چیکار میکنه؟ ندا میده ببین عربستان اینقدر اومد نماد حقوق بشر و نماد آزادی بیان که خبرنگاره رو قطعه قطعه کرد تو حموم اسید حلش کرد. ولی من دارم مخالفین محمد بن سلمان رو من میکنم که حتی برای سفر میان آمریکا. حالا خیلی آمریکاتون خوبه که من ام میکنی دمت هم گرم. حالا داره به ایران میگه تو هم یه با ما کنار بیا، تمام مخالفین تو اون وقت مثلا اخراج میکنم و... نخی اصلا این حرف نزد، تو حالیت نیست، اینو دیگه تموم شد دیگه، همش تکراری بود. چیز دیگه بگید لایف چت هست که تکرار کنم ببینم. آخه آرمین از این در داغون ها زیاد داریم، چرا وقت بذاریم با کی رو داریم میگی؟ امیدانا رو میگی؟ خب مجید دان اکثرشون که اینقدر طرفدار ندارن، اکثرشون که اینقدر حرکتشون روش نکرده، نمیدونم آیا داری در برای امیدانا میگی یا کسی دیگه. بریم دیگه، 1 ساعت بیشتر نشه، 1 ساعت هم شد. فرید میگه آرمین کاری بسیار نیکویی میکنی چون این سبک مغزها الان در قدرت هستن و باید روزانه نقش شود. مرسی، ولی امیدوارم بقیه هم این کارا رو بکنن. آها شما خیلی راحت ببین، شما اصلا پلتفرم لازم نیست بسازین که بیان بتونین این کارو کنین، شما میتونین نظر خودتون رو اضافه کنین، ما روی خود کانال ما، یعنی ببین ما کانالمون هر چی رشد بکنه صدای شما هم بلندتر میشه. خب
برای اینکه شما یه لینک توی دیسکریپشن هست توی هم پایین همین ویدیو که شما میتونین بیاین صداتون رو ضبط کنین، یه پیغام صوتی برای ما بذارین، جایی هم که میگه اسم و ایمیلتون رو بدین میتونین خالی بذارین، آپشنال، اون لازم نیست بذارین، میتونین یه پیغام صوتی بذارین، ما رو همین کانال که الان نگاه میکنیم پخش میکنیم. یعنی ما برای اینکه شما فعالیت هم بکنین کار رو دیگه از این راحت تر کردیم، یعنی ما پلتفرم رو ساختیم، رشدش هم دادیم، شما اصلا لازم نیست برین، میتونین برین روی کار، من نمیگم نکنین، اگه بخواید برین کانال خودتون رو سکن بکنین، ولی اگه حوصله ندارین یا یعنی که اگه میخواین از همون اول یک تعداد بیننده بیش زیاد داشته باشین، ما این کار رو برای شما راحت کردیم. پیغام صوتی بذارین، لینکش روی تو دیسکریپشن هست، ما پیغام صوتی شما رو میکنیم برنامه به همین راحتی. میگن از رایفی پور بذار آرمین، من گفتین امیدانه انقدر فقط نذار بغیرم بذار، من گفتم کی رو برم چک کنم، گفتین رایفی پور، همه چیزایی که برای من فرستادن ببینید بعضی زیر 20 دقیقه باشه که من بتونم بیام اینجا ریویو کنم، برنامه زیر 20 دقیقه رایفی پورم که برام فرستادن که من ریویو کنم همش درباره جن و یه چیزای انقدر مزخرف، انقدر من میگم ببینم چی بگم آخه درباره چه میدونم ایلومیناتی و شیطان پرستی و یه چیزایی که انقدر واقعا مسخره است که من بیام بگم چی، اصلا نمیتونم بیام نگاه کنم بگم که بگم این چرت و پرته، خب معلومه که چرت و پرته دیگه، چی بگم بگم که آها نه شیطان پرستا دنیا رو کنترل نمیکنن، خب معلومه که نمیکنه، من چیکار چه نقدی بکنم از حرفای این آقا، چرا من چی رو نقد بکنم، اصلا نمیدونم چی بگم، میگم میگم خواهر حرفش مزخرفه دیگه، بغیر از این چیزی ندارم بگم، باید بگردم یه چیز بهتر رایفی پور، نمیدونم چیز دیگه داره اصلا من نقد بکنم. آها شما بزمین هم میگن رایفی پور، آخه کدوم برنامه شو؟ مرسی. آره جن، در برای جن و اینا، در برای جن که تو موسیقی چه جن تو موسیقی چه جور رو مغز ما داره تاثیر میذاره، آخه من واقعا این من چیشو نقد کنم، فقط باید بیان با هم بخندیم حتما. آره میخوایم بذارین که من بخندم شما بیان نگاه کنم، من اینو میخواین در برای احمدی نژاد؟ آخه آره حالا خیلی خوب، شاید میگردم ببینم رایفی پور ببینم چیزی داره که بشه نقد کرد. همینجا زیر این ویدیو لینک ویدیوهایی که میخواین ریویو بکنم توی کامنت این بعد از اینکه لایف تموم شد توی کامنت سکشن این ویدیو بذارید. خیلی خب من برم فعلا بالای یه ساعت شد، من هم میخواستم این زیر یه ساعت باشه ولی حال یعنی دوست دارم به شما وقت بذارم، برای همین یه ذره بیشتر آخرش سخته برم. خیلی خب فعلا میرم، فعلا خداحافظ شما. بازم خیلی جدیدا میگن چرا میگی خداحافظ، برای اینکه من تعصب شکنی که میخوام بکنم، تعصب شکنی حتی بین بی خدایانم میخوام تعصب شکنی کنم، برای خیلی بی خدایان میگن خدا نگو، ما که بی خداییم نباید خدا بگیم، برای من از عمد میگم خدا حافظ همه شما تا برنامه بعد، فعلا.